اما این نیز بگذرد. حالا در این لحظه، حالا رسیدیم از 1985 به 1995-96 و 2005، یعنی حدودا نه همینطوری من دارم میگم، تصویر انسان‌هایی است که با ما زندگی کردن. به نیوجرسی میرم برای اولین باری که برای اجرای نمایش میرم در اونجا، به نقل شاهنامه و قهوه خونه و این کاری که من دوست دارم و عاشقانه میکنم. شما فکر میکنید چه اتفاقی افتاد در اینجایی که من رفتم؟ خب دوست بسیار خوب من مجید موسویان در اونجا در واقع میهماندار من بود و چه لطفی کرد. در اونجا رسیدیم، صحبت و برو و بیا و درباره ایران و درباره مخالفت مستقیم با این جمهوری ننگینی که وجود داره، کارش هم نمیشه کرد، فعلا یک دمل چرکین است که روزی باید این در واقع از بین بره، ولی وجود داره. در اینجا من وقتی که به نقل شاهنامه پرزم و داریم صحبت میکنیم و توی قهوه خونه هستیم و میریم و میایم، به مردی برمیخورم، قد بلند، رشید، چهره دوست داشتنی، که بعد از برنامه میاد میگه که میگم اسم شما چیه؟ برای که میگم کریم. اتفاقا صحبت این بود که تا گفتم تن تن برای من بود، گفتش کریم آقامونم بود. این سخن بهمن بود. آقا صحبت بهمن که شد، این آقای کریم لاطفی که همین چندی پیش از میان ما رفت و امروز برای بچه های نیوجرسی بدانند که در دوم می یادبود ایشون هست و ایشون میان برای اینکه برای بچه هایی که دوستشون داشتن نیاز داشتن به این آدم، آدمی که توانسته بود با همین هیکل درشت خودش، آدم بسیار بلندقدی بود و پهلوان دوران خودش، از زورخونه های تهران یاد میکرد، از کوچه پس کوچه های تهران یاد میکرد، از چه میدونم میدون قاپاتوق از بزرگ پارک شهر بیا بالا، برو خیابون شهباز، برو تو زورخونه فلان فلان، و از طرفی در اینجا که بود، در اینجا که بودش در فوتبال آمریکایی یکی از پهلوان های فوتبال آمریکایی بود و عاشق بهمن مفید و اون تیکه که کریم آقامونم بود. من به بانوشون تسلیت میگم، البته تسلیتی در این زمینه نیست، در دوم می وقتی که میرید به آقای موسویان تماس بگیرید که ببرتتون در این یاد بود، این آدمایی که از خودشون اثر میگذارن، این مرد هر بار که ما به نیوجرسی رفتیم اولین بار با اون هیکل درشتش مینشست و پشتیبانی فرهنگی میکرد. اینها ارزش دارن. دو فرزندش پزشک هستن امروز و یکی از آدمهای بسیار بسیار موفقی که در این 30-40 سال در امریکا ایرانی مطلق باقی بود. زبان و لهجه برای بچه های جنوب شهر داشت، خودش یکی از مهندسین مبارز، مهندس راه و ساختمان بود و خاطراتی داشت. من وقتی که از حسن قول خودمون که در این شهر ازش خاطراتی داریم و پدر منو خوب میشناخت، ایشون هم یکی از مهندسین راه و ساختمان بود، یاد کردم، گفت واقعا ما هر دوتامون هیکلمون درست بود، به ما میگفت در قول. یادش بخیر که دوست بسیار بسیار خوبه برای بچه های نیوجرسی بود. برای اینکه یاد و خاطرش زنده نگه بدارم، از خاطره بهمن مفید رو که خیلی دوست داشت رو امروز برایش اجرا میکنم که بدونه که من بودم، علی نصرت، حسن 500، کریم آقامونم همیشه خواهد بود. با من باشین تا گم نشین. کجا؟ یک با من بودم، حاجی نصر، رضا 500، علی پرصد، آراینا، خیلی بودیم. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کریم آق منگوز. آره از ما نظمه، آره که بریم دوا خورید، تو نمیری به متقاطر، از ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دربند اومدید پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آب تو جوش رو تق نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی لفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم حالا به سلامتی جمع پاسیل پاسیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا، آش خلی نامت ساقی شد، گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی، تو نمیری به متقاطر، خلی تو لک شدن، این جیب نه اون جیب نه تو جیب، ساعتی زمندار اومد بیرون، رفتم اومدن دم که چیز همه خوابیده، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرهام بغل این نرقه فروشیه، اومدم پایین یه سر هیکل میدونه اینجوریه، زرد بهم افتادم تو جوب، گفتم حسته، گفت افت یکی گوش تو گوشم، گفتم نامرده دوشم زد اولیش قایم زد زد دد کنم جیبم که برم و بیام چشم های کنم نمید کنم. خلاصه مطلب اینطوری برای تو بگم، این رفتگانی هستن که از هر هستنی در میان ما بیشتر هستن.
این مرد که برای خودش پهلوانی بود با این قد بلند و رشید افتاده بود. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. برای بچه های نیوجرسی مرد بسیار خوبی را از دست دادند. اما یک دور دیگه نگاه میکنیم، شجاع‌الدین شفا از میان ما میرود، هست. فریدون فرخزاد میرود، هست. از بزرگتون که باربد طاهری میرود، هست. دوربینش همه جا هست، با ما هست. و امروز این دوست ما، این فرهنگیار میرود. من تقسیم بندی که دارم، فرهنگیاران یکی از مهمترین قسمت های ما هستن. من چندی پیش همین پریروز پس پریروز